بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت هاش کنم، خودتو معرفی میکنیم؟ مادر خسرو شریف زاده هستم. اسمتون چیه؟ فامیلتون چیه؟ فاطمه براهیمی. براهیمی کدوم محله اید؟ حالا فعلا گلبهش نشسته. قبلا موقعی هم خیابون شهادت نشاد نشسته. هاش خانم، آقازاده شما شهید شدن، اسمشون چیه؟ خسرو شریف زاده. بسیجی بودن تو 17 سالگی. بله. چه سالی؟ سالی 60. سال 60. بله، سال 60 شهید شد. نهمی کبودی نو، حالا من رو همون تاریخ دیگه میگم. 41 سالش که شهید شد. الان 41 ساله که شهید شد. بعد موقعی که شهید شدن شما خواب دیدین؟ موقعی که شهید شدن روزا می آوردن تو تخت کلاه. خب اومدن در خونم و گفتم که خسرو معین شده، زخمی شده، سو بردندشون. داداش هم همیشه برم و خودم نشستم تو ماشین، دیدیم پیچیدن تخت پولا. خب آخر رفتیم دیدیم چند تا جنازه، 25 تا جنازه. وقت مادرم هم یه پیرزن ماهی جنازه را پس کردیم که خودم شناختمش. بعد به مادرم گفتم نه پیش نگرد، بیا خسرو بسن. وقتی که مادرم هم اومد دیدشه، بعد جنازه شا شب بردندش تو مسجده مون، مسجد سادات رو گفتم. بله پردم تشویش جنازش کردم. نه گفتین قبل از که شهید بشه؟ بله. خواب شدیده بودین فهمیدین شهید شده؟ بله قبلش هم خواب دیدم که شهید شده. خب میتونین خوابتون تعریف کنین؟ بله، یه شب خواب دیدم که یه جوب خارسومینا و یه مادی وسط خونه شون بود. بله خواب دیدم که اونجا که بودن اومدن، دیدم گفتن خسرو شهید شده. دیدم و بردندش همونجا، بردندش همونجا. من بیتابه نکردم. بعد جنازشم وقت رفتم دیدمش، خب این دستش قد شده بود رو سینش بود، سرش هم افتاده بود اینجوری. وقت به همسایه ما حالا مرده سا گفته بود ایران خانم به مادرم بگو ملک اومدی دیدید، نمیخواد در کسی بگو. یعنی چی؟ نگی که من چی شهید شدم؟ نه تو آدم خواب گفته. تو خواب دیدم، همسایه مو خواب دیده بود. همسایه که بعد خواب دیده بوده، به خواب همسایه اومده بود. همسایه گفته داره خوشمایی به خوابم، گفتید که ما به خواب مادرم رفتم که قسمت شهید شدم. اما گفت بس بگو به کسی نگه دیگه. بعد خب واقعا شهید. شما هم خواب شدید؟ نه مادرم بود. نه کلا دیگه خواب ندید اصلا؟ نه. یه شبم خواب شدیدم که همونجا که یه همسایه داشتیم پهلون بود. بله. وقت یهو به این همسایه گفتم که حسن من خوابیدم به چه ما ببینم. گفت اسمش چی؟ گفتم شریف داد. یهو وقت گفتم نه مادرم آزدم بردارم و اینا دورم هم. گفت اونا که تو رو نمیبینن، تو اونا رو میبینیشون، تو اونا رو میبینیشون. بعد رخت دادم رفتم دمی هم گلستان شهدا. بله. دیدم بمیرم تمامی شهیدا یکی پرچم رو خودشونه زیارت عاشورا رو میخونن. خواب دیدین؟ نه خواب دیدم. خواب بود همین خسرو من کف بود ولی پاش بود اینجوری برگشت یه نگاه میکرد. اومدم وقتی اومدم همین همسایه گفت چرا صداش نزدی؟ همین آقا پسرم همین کالا پشرانم. بله. این بچه بود وقت همین بچه میکرد شاید چون تو مسجد میره این میره به هواش، یه دفعه هم توفنش رو برداشته به دومه. وقت گفتم این اصلا ما همسایه اگه میگفت میمدم ناراحت میشه این رسولمون یه وقت نه حالا فکر کردم که به بیداری میبینمش. نه نگفتم که بیا. یه چند تا این خواب دیدم. باش کنم تا حالا ازش حاجت هم گرفتین؟ بله. حاجتی ازش گرفتین تا حالا؟ بله. من خیلی از چیزی خواستین که بهتون بده؟ من خیلی حاجتم به خدا داشت هرچی حاجت گرفتم روا شده. یکیشه میشه بگیم؟ من یکی به صلوات خیلی عقیده دارم که نردود من، یکی هم به موسی بن جعفر، یکی هم به اول فحص و امام حسین که دیگه هیچ اونگاه دیگه. یکی از این خاطراتتون در مورد حاجت گرفتن از شهیدتون، چون خدا میگه شهید زنده است. بله. شما این زنده بودنش رو حس کردین تا حالا؟ بله من یه پیش آمده خیلی بعدی برم شد
نرز کردم یه دفعه سر قبل چمایی برو برم نرز کردم خدا حاجت هم داخت. میتونیم بگیم پیش آمد چی بود؟ بله خیلی همون خدا داشت ایسته نمانه که جناب